مقام ها در شمال کالیفرنیا جان باختن 29 تن را در اثر آتش سوزی در شهر پارادایز تایید کردند که به این ترتیب تعداد مجموعی تلفات در این هفته در ایالت کالیفرنیا را به 31 تن افزایش بخشید. مقام ها همچنان می گویند که هنوز هم وضعیت بیشتر از 200 تن دیگر معلوم نیست. این در حال است که بادهای شدید و خشکی ساحات زمینه گسترش آتش سوزی را بیشتر ساخته است. جری براون، چاروال کالیفرنیا، می گوید علت آغاز آتش سوزی در شهر پارادایز را نمی داند. علت این آتش سوزی را نمی دانیم. شهر پارادایز بدون شک آمادگی زیاد داشت، اما خشک بودن ساحه و بادهای به سرعت 50 تا 60 میل در ساعت ساحه آتش سوزی را گسترش می بخشد. متاسفانه ما در یک حالت غیر معمول جدید قرار داریم و چیزهای مثل این جزء از آینده ما خواهد. در این حال مسئول بخش اطفایه پارادایز می گوید هشدارهای جدی به مردم داده شد. دیروز ما نگرانی خود را با جدیت و هشدارها ابراز داشت. ما شاهد افزایش آتش سوزی از شب گذشته تا امروز بود. با گفته مقام ها آتش سوزی های شدید که در دو ساحه شمال و جنوب ایالت کالیفرنیا جریان دارد آنقدر شدید است که اداره و یا حداقل محدود ساختن آن مشکل است. بیشتر از 8000 عمله اطفائیه در تلاش جلوگیری و خاموش ساختن آتش سوزی ها در شمال و جنوب کالیفرنیا هستند. هزاران نفر منازلشان را با کمترین داشته هایشان ترک کردند. نخست شکرگزاریم که چگونه این آتش سوزی جامعه را با هم نزدیک ساخته است. اما این چیزی یک روزه نیست، بلکه دوامدار است. ما با کمک نیاز داریم، به خصوص کمک های طبی. تعداد زیاد سالخوردگان ما با اکسیژن نیاز دارند که رو به خلاصی است. مقام ها می گویند این آتش سوزی ها حدود 6500 منزل و 260 ساختمان تجارتی را از بین برده است. ساحه این آتش سوزی اکنون به 440 کیلومتر مربع گسترش یافته است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.